در همین مورد آقای نظیر رحیمی آگاه اقتصادی را با خود داریم. آقای رحیمی سلام بر شما. سلام بر شما آقای شهرزاد. با چی دیده میشه در مورد پروژه تاپی نگاه کرد؟ پروژه تاپی یک پروژه بسیار عظیم اقتصادی است که خوشبینی های زیاده داره ما از این پروژه، اما مهمترین چیزی است که ما میخواییم در مورد این پروژه در دو بخش عمده صحبت کنیم. یکی پروژه را میتونیم از لحاظ اقتصادی ببینیم و دیگه که پروژه را میتونیم از لحاظ استفاده ابزاری از طرف کشورهایی که در این پروژه سهم دارن به خاطر رسیدن به خواستای اقتصادیشان بنگریم. از لحاظ اقتصادی اگر پروژه تاپی را ما بنگریم، فواید زیادی داره به اقتصاد که مهمترینش هم میتونیم بگیم اعتماد کشورهای جهانی است که اینا اعتماد زیادتر بر افغانستان پیدا میکنن و بر اقتصاد افغانستان پیدا میکنن که اینا بتونن بیان و سرمایه گذاری کنن. مثلا چین که یکی از کشورهای بسیار بزرگ اقتصادی در منطقه است و همسایه افغانستان است، اینا باور میداشته باشن که در صورت که دولت افغانستان بتونه امنیتی پروژه را تامین کنه، اینا بیان و پروژه های بزرگ دیگر همراه دولت افغانستان پیش ببرن و دیگه از لحاظ اقتصادی میتونه کشور رو به صنعتی شدن بکنه و کشور قدم های بزرگ را به سوی صنعتی شدن بکنه. قسمی که فعلا افغانستان 95% اقتصادش مصرفی است و فقط 5% ما صادرات داریم، 95% واردات داریم. ما با استفاده از این پروژه میتونیم صادرات خود را زیادتر کنیم و واردات خود را کمتر بسازیم و همچنان بعضی از فواید این پروژه که در داخل خود قرارداد هم ذکر شده بود، سالانه 500 میلیون دلار حق ترانزیت بر افغانستان میرسه که میتونه تا جای خلاهای دولت را پر کنه و 7000 فرصت شغلی و استفاده از گاز در ولایت هایی که این پایپلاین از اون عبور میکنه، میتونه بسیار به قیمت مناسب گاز را به دست بیارن. بله، یکی از نواقص و خطرهایی که پروژه میتونه از لحاظ اقتصادی و اقتصاد کشور داشته باشه، اگر دولت افغانستان نتونه که امنیتی پروژه را مهیا بسازه و نتونه در جریان زمانی که گاز از ترکمنستان و پاکستان و هند از طریق افغانستان انتقال پیدا میکنه، نتونه امنیتی پروژه را بگیره. بله، حالا زمانی که سمین امنیتش میگن، میشه که با گذشته تاپی هم اگر نگاه بکنیم، 25 سال پیش هم گپای در مورد چگونگی تطبیق پروژه وجود داشت و حالا هم بازیگرای اصلی تطبیقی پروژه در واقع یا مسیری که پروژه میگذره پاکستانی ها و ایندی ها با اثر رقابت میان دو کشور و ترکمنستان که رابطه نزدیک با طالبان داره. میخوایم بفهمیم که چقدر نیازهای جنوب آسیا به انرژی و بحث فروش انرژی از آسیای مرکزی این ذهنیت را در میان این سه کشور جمع افغانستان ایجاد کرده که بیاین مسائل سیاسی را کنار بگذارن و برای تامین امنیتش و تطبیق پروژه یک جا با هم کار بکنن. جنوب آسیا یک بخش از آسیا است که زیادترین تقاضا را بر انرژی داره و مرکز آسیا بخشی است که زیادترین انرژی را تولید میکنه و خوشبختانه افغانستان در بین این دو مرکز است که میتونه انرژی را که در مرکز آسیا تولید میشه به جنوب آسیا انتقال بدن. اما متاسفانه یک بحثی که من پیشترم روش یادآوری کردم، استفاده ابزاری از این پروژه اقتصادی توسط دولت‌های مثل پاکستان است به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان، که ما میتونیم پروژه تاپی را مثل اکسکی بگیم که دارای دو روی است. در روی اول همه چیز بسیار خوب است و فکر میکنیم پاکستان هم با افغانستان هم کاری میکنه و به خاطر رسیدن به هدف اقتصادی از این پروژه کار میگیرن. اما اگر روی دیگه سکه را ببینیم، شاید پاکستان از این پروژه مثل یک گروگان استفاده کنه که دولت افغانستان را مجبور بسازه که به خاطر تامین امنیت در ولایت که پایپلاین از اون عبور میکنه، بعضی کارهای طالبان را در دیگه ولایت نادیده بگیره که بسیار خطرناک به نظر من میتونه باشه به دولت. بله، و در کنار از اون زمانی که میاییم از چگونگی استفاده از فرصت به میان آمده هم گپ میزنیم، برخی هایی سوال مطرح میکنن که چقدر افغانستان ظرفیت در واقع در درون دولت افغانستان وجود داره تا از دید کاری و از دید تخصصی بتونه کادرهای خود را شامل بسازه و اینها کسایی باشن که بتونن از این پروژه نفع ببرن. متاسفانه فعلا قسمی که رئیس جمهورم چند پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی درباره این پروژه بود، گفتند که کادر فنی یا کادر مسلکی از لحاظ نیروی بشری بسیار کمبود داره افغانستان و اینا گفتند در طویل المدت ما میخواهیم که از ولایت که پایپلاین رو بور میکنه جوانایی را که در همی بخش تحصیلات دارن به کشورهای ترکمنستان بفرستیم
تاک تحصیلات خود را ادامه بدن و ما بتانیم از لحاظ کادر فنی مستقل شویم و وابسته به کشورهای دیگه نباشیم. اما اگر به این صورت پیش بره، باز هم ما بسیار وابستگی خاص در قدم نخست به منابع بشری تخصصی از کشورهای دیگه داریم که فعلا ما به نظر ما بسیار کمبود زیادی داریم از لحاظ منابع بشری تخصصی در این بخش. بله آقای رحیمی، چنانچه شما هم میفهمین که بحث مسائل نیازهای اقتصادی افغانستان دیگه آخر خیلی صدا بلند کرده، به ویژه ای که ما باید منابع درآمد را جستجو بکنیم تا ای که معاش کارمندان خود دولت بپردازه بخشش. البته میشه بگوییم به عنوان پرسش اخیر که کارت های برنده و یا هم نگاهی که به دروی سکه باید دولت افغانستان داشته باشه و از این پروژه نفع بیشتر بره چی میتونه باشه؟ ما اول فکر میکنم بهتر از آقای غنی که بسیار خوشبین هستند به این پروژه به این پاسخ جواب بدن که از کدام دلیل اینا قدر خوشبین هستند و سر پاکستان اعتبار دارند که پاکستان هیچ گونه گروگانگیری از این پروژه به خاطر استفاده خواستهای سیاسی خود نمیکنه. و از لحاظ اقتصادی موقعیت جغرافیایی افغانستان که آسیای مرکزی را همراه جنوب آسیا میتونه وصل کنه یکی از راه‌های بسیار خوبی است که دولت افغانستان میتونه از او به خاطر ترانزیت استفاده کنه. ما میتونیم که از ترکمنستان پروژه کاسا 1000 که است، پروژه کاسا 1000 اگر دولت افغانستان فقط موفق شود که این پروژه را امنیت شد تامین کنه، پروژه های بسیار زیاده در راه است که ما میتونیم او پروژه ها را عملی کنیم که از یک طرف میتونه فرصت های شغلی زیادی را مهیا بسازه به هموطنان ما و از یک طرف میتونه اقتصاد افغانستان را از حالت بسیار بدی که است بیرون کنه. پروژه کاسا 1000 را در صورت که بوده بتانیم عملی کنیم میتانیم عملی کنیم و بعد از او کشور چین بسیار زیاد علاقه نشان داده در سالهای اخیر به خاطر سرمایه‌گذاری در افغانستان. اگر اینا مطمئن شوند که دولت افغانستان میتانه که امنیت پروژه های عظیم اقتصادی را مهیا بسازه، مطمئن این کشورها میایند و در افغانستان سرمایه‌گذاری میکنند. و استفاده از منابع طبیعی ما چندین بار یادآوری کردیم که به صورت تخصصی ما ضرورت داریم که از منابع طبیعی خود هم استفاده کنیم تا بتانیم پیشرفت اقتصادی خوب داشته باشیم. بله آقای رحیمی، بسیار سپاسگزار از حضورتون در محور. سپاس. بله. آقای نذیر رحیمی، آقای اقتصادی را از کانادا با خود داشته. محور هم همچنان ادامه داره اما پیش از آن.